او وزیر داخله آلمان به زودی پناهجویان مجرم افغان را اخراج می کنیم. فعالان حقوق زن: جامعه جهانی کار برای توقف تجاوز بر حقوق زنان افغان نکرده است. طالبان در هرات یک دکتر را بازداشت کردند و خبر زدارکش به مارشال لوسون و هوادارانش. مشروع خبرها: نانسی فایزر وزیر امور داخلی آلمان میگوید که کشورش به اخراج پناهجویان مجرم افغان ادامه میدهد و به زودی افراد بیشتر را اخراج خواهند کرد. فایزر این نظرات را روز چهارشنبه در پارلمان این کشور بیان کرده است و تاکید کرده است که پناهجویان مجرم در آلمان جا ندارند و قطعا اخراج خواهند شد. بر اساس گزارش رسانه‌های آلمانی، ایالت‌های این کشور در حال تهیه فهرست پناهجویان مجرم هستند و پس از بررسی پرونده‌هایشان اخراج می‌شوند. مسئله اخراج پناهجویانی که به گفته دولت آلمان در حملات تروریستی دست دارند یا از آن حمایت می‌کند، به دنبال وقوع چندین رویدار ضد امنیتی در این کشور بالا گرفته است. به دنبال این حملات، چند ماه پیش دولت آلمان پیشنویس تسهیل اخراج شهروندان خارجی عامی تروریسم را تصویب کرده بود. بر اساس پیشنویس تصویب شده، در صورت که یک شهروند خارجی اقدام به حمله تروریستی از آن توصیف کند، از آلمان اخراج خواهد شد. گفتنی است که این کشور ماه گذشته در یک پرواز 28 پناهجوی مجرم افغان را به کابل فرستاده بود. این اقدام آلمان با واکنش نهادهای حقوق بشری روبرو شده است. چند روز پیش دیدبان حقوق بشر گفته بود که آلمان نباید این افراد را به کشوری که با نقض شدید حقوق بشری روبرو است اخراج کند. فعالان حقوق زن: جامعه جهانی کار برای توقف تجاوز بر حقوق زنان افغان نکرده است. سیما سمر وزیر پیشین امور زنان افغانستان و یکی از فعالان حقوق زن در تبعید میگوید که اقدامات و محکومیت‌های جامعه جهانی در زمینه توقف تجاوز بر حقوق زنان از سوی طالبان در کشور کارساز نبوده است. خانم سمر در گفتگو با روزنامه بریتانیایی گاردین نشر شده گفته است که زنان افغان خود تلاش میکنند تا طالبان را به دلیل آپارتاید جنسیتی مورد بازپرس قرار دهند. و افزوده است آپارتاید نژادی طبق قوانین بین‌المللی از سال 1973 میلادی جنایت علیه بشریت است. کلمه نژاد را با جنسیت تبدیل کنید و این همان چیزی است که برای زنان و دختران افغان اتفاق می‌افتد. طالبان در هرات یک دکتر را بازداشت کردند. منابع ملی در هرات از بازداشت یک دکتر از سوی طالبان در این ولایت خبر می‌دهند. منابع به روزنامه اش صبح تایید کردند که بخش مدیریت جنایی فرماندهی امنیت طالبان در هرات یک دکتر را از سوی ریاست صحت عامه از مربوطات نواحی ششم این ولایت بازداشت کردند. منابع تصریح می‌کنند که این دکتر گلرحمان نام دارد و در شفاخانه کووید 19 هرات ایفای وظیفه می‌کرد. تاکنون دلیل بازداشت این دکتر از سوی طالبان مشخص نشده است. طالبان نیز در این مورد چیزی نگفته است. طالبان پس از تسلط بر افغانستان بارها شهروندان را بدون دلیل مشخص بازداشت و زندانی کردند. ازبکستان سفیر جدید طالبان را پذیرفت. بختیار سعیدوف وزیر خارجه ازبکستان عبدالغفار تراوی را به عنوان سفیر جدید طالبان پذیرفته است. وزارت خارجه ازبکستان در خبرنامه گفته که سفیر جدید طالبان به گونه رسمی از سوی بختیار سعیدوف پذیرفته شده و به ماموریتش آغاز کرده است. این وزارت افزوده که عبدالغفار تراوی در دیدار با بختیار سعیدوف به تعقید روابط طالبان و تاشکند ادامه داده است. این در حالی است که طالبان چند پیش از فرستادن سفیر جدید خود به ازبکستان خبر داده بود. ازبکستان رژیم طالبان را به رسمیت نشناخته، اما با این گروه روابط نزدیک ایجاد کرده است. طالبان مدعی هستند که کنترل حدود 39 سفارت را در کشورهای مختلف در دست دارد. این در حال است که مارشال عبدالرشید دوستم چند پیش گفته بود که با طالبان سازش نکنید، چون این گروه رفتنی است. معنای تأخیر اسرائیل: غالب کشورهای جهان چشم به حمله اسرائیل بر خاک ایران دوختن. از این میان دولت‌های خاورمیانه‌ای و غربی عامی اسرائیل بیشتر مترصد وضعیت هستند و رویدادهای جاری را با دقت و نگرانی دنبال می‌کند. غالب رسانه‌های مدری انگلیسی زبان نیز نشرات یک هفته اخیرشان را به این موضوع اختصاص دادند. اخبار و گزارش این رسانه‌ها از سوی رسانه‌های معتبر فارسی زبان پیهم باز نشر می‌شود. میزگردها و گفتگوهای سیاسی رسانه‌های معروف نیز به حمله احتمالی اسرائیل معطوف شده است. مقام های جمهوری اسلامی ایران به کرات هشدار دادند که اگر اسرائیل بر خاکشان حمله کند، پاسخ سنگین‌تر از گذشته دریافت خواهد کرد. عملیات های وعده صادق 1 و 2 مقام های اسرائیلی هم هر دم از راه اندازی حمله تلافی جانه خبر میدن، ولی با گذشت یک هفته هنوز نشانه جدی از انجام عملیات مورد نظر نمی توانید. میان واشنگتن و تل اویو نیز گفتگوهای فشرده در جریان است تا مبادا مقام های کاخ سفید در برابر عمل انجام شده از سوی متحدانشان قرار بگیرند.
اسرائیل اگر قصد ورود به جنگ گسترده علیه ایران را می داشت، در پاسخگویی به حمله موشکی آن تأخیر به خرج نمی داد. از بعد از جنگ غزه تا کنون بسیار گفتند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پی کشانیدن پای ایران به یک جنگ منطقه‌ای از نظر که برای اثباتش نشانه قوی نمی توانی یافت. اگر چنین می بود، در یک سال گذشته زمینه برای نتانیاهو شخصی سازی جنگ است، به این معنا که گویا جز نتانیاهو کس دیگری در پیشبرد آن نقش ندارد. به فرض اگر در مقطع نقش نتانیاهو انصاری بوده، حالا نه، چون که غالب نیروهای سیاسی مخالف و از حمله بر حزب الله حمایت روشن کرده است. حداقل در این روزها نمی توان گفت که آنچه در غزه و لبنان می گذرد حاصل تصمیمات شخصی نتانیاهو از یکی از آفتهای شخصی سازی جنگ این است که از تمرکز بر عمق رابطه اسرائیل و آمریکا غفلت می شود. این در حالی است که واشنگتن نزد نتانیاهو که از اسرائیل و منافعش حمایت می کند، حالا هم اگر نتانیاهو شوق ورود به جنگ تمام عیار علیه ایران را می داشت، بایستی واکنش فوری نشان می داد، طوری که تهران را ناگزیر به تلافی جویی می کرد و به تبع آن شعله جنگ گسترده منطقه نیز فروزان می شد. تأخیر یک هفته ای می تواند دلالت بر عدم تمایل اسرائیل بر باز شدن جبهه ایران در بازه زمانی آزار کند. با فرض که اسرائیل در پی راه اندازی حمله جدی گسترده و پیچیده باشد، باز هم تأخیر از جانب آن قابل درک نیست. حملات پیچیده و پرتوهات عمدتاً غافلگیر کننده است، نه اینکه روزها و هفته ها بر رقیب هشدار و انذار داده شود تا فرصت آمادگی برای دفاع پیدا کند. تا این دم تمام گزینه های روی میز اسرائیل افشا شده است. تأسیسات اتمی، نفتی، موشکی و پهپادی ایران. رسانه های معروف دنیا از تأسیسات فوق به نام اهداف یاد میکنند که ممکن است در معرض خطر حمله احتمالی اسرائیل قرار گیرد. در این یک هفته حتی پیامد حمله بر اهداف فوق نیز به گونه مشروع از سوی رسانه های جانی بررسی شده است. بدیهی است که طرف ایرانی نیز نقاط حساس و معرض هدف را بیشتر تحت محافظت قرار خواهد داد، ضمن آن که اهداف بعدی در خاک رقیب را نیز خوبتر از قبل شناسایی میکند. گفتگوهای فشرده با آمریکا نیز می تواند از سنگینی و بازدارندگی حمله احتمالی اسرائیل بکند. نفس ورود به میدان گفتگو قبل از ورود به میدان جنگ حکایت از نرمش می کند. درست است که کاخ سفید مخالف حمله تلافی جهانی اسرائیل نیست، ولی حامی حمله سنگین و پرتوهات هم نیست. سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به قطر بی ربط به اتفاقات یک هفته اخیر نیست. نقش دوحه نیز هویداست، انتقال پیام ایران به آمریکا و برعکس آن. اصل ماجرا این است که اسماعیل هنیه رئیس پیشین دفتر سیاسی حماس در تهران از سوی اسرائیل ترور شد که طرف ایرانی آن را نقض حاکمیت سرزمین خود میداند. به تازگی عباس نیلوفرشان فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در لبنان در پی حمله هوایی اسرائیل ترور شد. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدئوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب کنید. روز و شبتان خوش.